بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده وما
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعہ مبارک کی مصادف اس بیستوں میں ماہ مبارک رمضان کے آخری روز عشرہ مغفرت اس مصادف کا اعترام جولائی الحمدللہ و المنہ کہ اللہ رب العزت موشمر توفیق نصیب فرمود و لطف و مرحمت و عنایت رب العزت شامل حال موشما گردید کے در بستم انوان رحمت مغفرت وعدق من النار قرار داریم در ایمان تربیتی در ایمان اخلاقی ایمان کے و ہر مؤمن زیبائی میں بخشد بخشندہ زیبائی میں ظاہری و باطنی است در حقیقت رمضان مبارک زیادتر زیبایی داخلی انسان عبارت از روح انسان و نفس انسان است تزکیه و پاک و آراسته می سازد و تربیت می کند در صورتی که هر بنده مؤمن همین عقیده را داشته باشد که چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بینندگان محترم تلویزیون احترامات مرا قبول نمایید من صبور صابر هستم خوشحالم که در خدمت شما قرار دارم ما اغلبا در مطالعه تاریخ و مطالعه فرهنگ ادبی افغانستان عزیز خود با کلمه عیار و عیاران مواجه می شویم کلمه‌ای که در ابعاد مفهوم معنی وسیع را افاده می نماید. کلمه عیار به صورت مفرد اوصاف مربوط به شهامت، دلیری، راستکاری، صلح‌آشوری، خدمت و مراقبت از محل و مردم مظلوم، خدمت در راه حق و خدمت در راه وطن را توضیح می نماید. عیار بودن به حیث انتخاب وظیفه، داوطلبانه، افتخار خدمت به شایبه، و خدمت بی پاداش می باشد. عیار در موقعیت وظیفه به حیث سرباز متحد و پیش قدم در مسئولیت همواره واقع بین اصولی و طرفدار حق و انصاف است. عیار در همت و قضاوت همواره بیزار از ظلم و ظالم و همواره طرفدار و دلسوز مظلومان است. عیار در توانمندی های وظیفوی در از دست برد به دارایی های عامه، شپاولگری، دزدی، خیانت و مبادرت به امور بیننگ اخلاقی شدیداً دوری می گزیند. عیاران صادقانه و جوانمردانه با قبول همه جانفشانی ها و قربانی ها به ارزش های انسانی، ارزش های ملی و ادای فرض وطن دوستی دقیقاً وفادارند.
عیاری میراث است، میراث معنوی ارزشمند که از ادامه دوره‌های تاریخ به نسل‌ها رسیده است. در کشور تاریخی ما افغان زمین گذشته از آن که مردم این سرزمین فطرتاً وطن دوست، انسان دوست و آزاد منش بودند، خوشبختانه تاریخ کشور نام نیکو و خاطره جاودان برجسته عیاران افغان را نیز در اوراق خود دارد. گرچه در ادامه تاریخ در مناطق از جغرافیای سرزمین نام عیار تغییر لفظ داده، اما معنی و مفهوم و رسم ثابت همان است که ارزش والای تعریف عیار داشته است. در تاریخ کابل قدیم می‌بینیم که عده زیاد از جوانان رشید پیش قدم در مسئولیت خود را به رسم عیاری کاکه خطاب می‌نمودند. آنچنان که روشن است کاکه ها اختصاصاً در محل و یا گذر خود تشکیل گروه می‌دادند و متحد در خدمت مردم و خدمت محل و گذر خود مصروف می بودند. کاکه های کابل قدیم در غم و شادی مردم همواره سهیم بوده و برای آسوده حالی، دلجویی و کمک به مردم مصیبت دیده از هیچ نوع همکاری و تلاش و کوشش دریغ نمی نمودند. هنگام ضرورت کاکه ها در مسائل ملی کشور همچنان در صف اول استاده و آماده برای هر نوع خدمت بودند. در جنگ های متعدد افغان ها با انگلیس ها که با خاک مقدس ما لشکرکشی نموده بودند، در کابل کاکه های کابل در مبارزه و مقابله با متجاوزین انگلیس رول عمده و برجسته داشتند. چنانچه اغلبا با حملات رویارویی و حملات شبخون راحت را به قوتهای نظامی انگلیس حرام ساخته و آنها را سخت در حراس، سراسیمگی، تشویش و سردرگمی و مختل ساختن پلانهای شومشان مواجه ساخته بودند. اعتقاد راسخ به هدایات اسلام عزیز، تعیین هدف روشن وظیفه در رابطه مسئولیت، نیات نیکو، آگاهی وسیع علمی مسلکی، انتخاب راه عزت و آبرو، تصمیم راسخ، انجام خدمت بی‌شائبه و همکاری متقابل با همدیگر، همه و همه در مجموع نیروی ثابت به ثمر رساندن پیروزی های اهداف و کمک در جهت پیشرفت آرمان های زندگی است. سوال نه با خودت و همه بزرگایی که این پروگرام رو میشنوند، خصوصا افغان ها، ما تبریک از صمیم قلب تبریک میگم. پیش از اینکه من با جواب خودت با سوال خودت جواب بدم، ما میخوایم که دعوت خود نوروز کمی تکرار کنم. اینطور بوده که از قرنها، از هزارها سال به این طرف مردم ها در صدد پیدا کردن یک علامه بودن که باید سال خودش از او شروع کنن و اینا اصلا بهار از طرف طبیعت، از طرف حیوانات، از طرف درخت ها با ما به انسان ها فهمانده شده است. مثلا در مصر قدیم وقتی که آب میخیست و سبزه ها تازه میشدن و آهوها در گشت و گذار میبودن، میفهمیدن که اینمی بهار است. و همچنان اگر ببینیم ما و شما در جاهای خود ببینیم که زمستان مردم ها تهیه آذوقه میکنن، هوا سرد میباشه و وقتی که تقریبا آذوقهشان به ختم میرسه و در مضیقه خوراکه و در مضیقه جای و در مضیقه گرم کردن جای میباشن،
دفتن زمین گرم میشه درخت ها شکوفا میکنن گنجشک ها جوره میشن خانه میسازن برای خود معلوم میشه که بهار زمین زنده شده زمین شکل دیگه رو به خود گرفته یعنی زمینی که سبزه هایش خشک بود درخت هایش خشک بود درخت ها دوباره برگ میکشه درخت ها دوباره برگ میکشه و مردم ها میدانند که اینمی آغاز بهار است و یکی دوم دیگه ای که آغاز بهار در جاهایی که مثل افغانستان و ممالکی که به خط استوا با بهارشان شروع میشه در خط استوا آفتاب در خط استوا برابر میشه یعنی روز شب برابر میشه به این اساس شدت زمستان از بین میره آهسته آهسته روزها کلان شده میره و نباتات دوباره جان گرفته میره و دهقان ها همه شروع میکنن به کشت زراعت و یاد آب دادن و تربیت زراعت زمستانی خود که آهسته آهسته اینا درخت ها گل میکنن میوه میگیرن و به این اساس است که بهار ما به صورت قطعی میشناسیم از طرف خود زمین از طرف حیوانات اول در مرحله اول به قرنها به سالها هزارها سال قبل روز نوروز از طرف خود زمین که تازه میشه گیاهایش تازه میشه سبزه ها میبره با ما شناختانده شده است و از طرف حیوانات که حیوانات جاهای نو میسازن و خود آماده میسازن برای تولید نسل دیگه بهار است که اقلا در جاهایی که ممالک معتدله اینمی وقت در ماهای مارچ در اول مارچ در 21 مارچ شروع میشه و همونطور پیش میره اینمی بود مختصر خود بهار و البته در زمان در افغانستان ما از زمان جمشید که تقریبا 3000 سال قبل بود جمشید یک پادشاهی بود در بلخ که روز نوروز اونا جشن میگرفتن و به ارواح گذشتگان و مرده ها ختم میکردن و اونا عقیده داشتن که روح مرده ها در سال یک مرتبه و او هم در سال نو میاین و از تمام کارات خوب مردمای خود اونا ملاحظه میکنن که میبینن که این مردم نسبت به سال گذشته چی کارهای خوبی کرده فلهازا کارهای خوبی کرده باشن به اینا طلب رحمت میکنن و اگر نکرده باشن طلب زشتی به اینا میکنن با این نسبت این روز نوروز ما را روز نوروز جمشید میگن جمشیدی میگن که جمشید پادشاه بسیار بزرگ آخامنشیا بود که در چی جا داشت مزار شریف در بلخ تشکر سه بسم الله الرحمن الرحیم اول تر از همه سال نو بر شما و همه همدانان عزیز ما که در هر جای هستن تبریک میگم آرزومند هستم که سال پیش رو یک سال پر از میمنت سال پر از خوشی سال پر از فرحت و سال پر از صلح و صفا و همدردی و برادری در بین مردم افغانستان و در جهان باشد. در مورد سوال شما ای که دوستا به چه شکل نوروز تجلیل میکنند ما از هر کسی که نوروز که آمد آمد بهار و اعتدال ملایمت و همکاری و همدردی بین نیروهای طبیعت است تجلیل میکنند از اونا استقبال میکنیم کار خیری را انجام میدن آنچه که مربوط به ماست انجمن دانش همیشه یکی از وظایف وطنی و ملی و وطنی خود میدانه که در دیار غربت چنان که وطنداران ما در افغانستان در حوزه تمدنی فرهنگ فارسی دری و حتی منطقه ما نوروز تجلیل میکنند ما هم خواستیم که نوروز در دیار غربت و در دور از وطن تجلیل کنیم و فامیلا با هم گرده هم بیاین و یاد از وطن داشته باشند و در فضای باز طبیعت خوشی و فرحت سر بتن و شما معلوم که در منطقه ما شما خصوصا در افغانستان خوشی و تراوت و تازگی و زیبایی برش کم مردم ارزش قائل است خصوصا در این وقتهایی که جنگ است و جدال است لبهای مردم خوشی را و
و تبسم از لبهای مردم رخت بربستند و ما خواستیم که وطندارای ما و خانواده ها با هم بیاین گرد بیاین یاد از وطن کنن، یاد از طبیعت کنن، یاد از خوشی و سرور داشته باشن. بنابراین هر کسی را که ما سرش گفتیم و سوال کردیم و خواستیم، همه وطندارا آماده شدن که نوروز در این منطقه ما شما تجلیل بکنن و جشن نوروز گرامی بدارن و اینا آماده شدن که خودشان غذا از خانهایشان بیارن، سمنک تیار بکنن، حتی هفت میوه از خانه بیارن و بعضی خانواده آماده شدن که برای انجمن دانش پیسه بتن داوطلبانه. تقریبا این مصارفی را که ما در اینجا میکنیم که خود وطندارا و دوستا از جیب خود تهیه میکنن، مصارف گزافی نیست، در حدود 1500 یا 1200 دلار دوستا 50 دلار 700 دلار داوطلبانه آماده هستند که پیسه را میپردازند و ما خوش هستیم که با همین پیسه اندک دوستای ما را جمع میکنیم، اینجا میاین با هم میشینیم، کباب داریم و خانواده هم خودشان غذا دارن، میارن پلو، میارن قابلی، میارن دیگه فرنی و چای و کلچه و جلیبی، چیزا هم همراه خود از خانواده هایشان میارن و ما ایره از وطندارا و از دوستا و از اکثرا اعضای انجمن دانشی پلا تهیه میکنیم، اما دیگر ها که از کجا میارن نور ما او اطلاع نداریم، ولی ما هر کسی که نوروز تجلیل میکنه کار خیری انجام میده و او از او استقبال میکنه. جوان ها آرزو دارن و میخواین که خوشی داشته باشن و با همراه انجمن دانش همکار هستن و در تهیه مواد، در تهیه غذا، در تهیه آوردن سامان تفریح برای اطفال جوانان نقش بسیار کلان دارن و جوانان دائمی روز نوروز در اینجا فوتبال میکنن، چون که شما از او فیلم برداری و عکس برداری میکنه، والیبال میکنن، دیگر تفریح های این مشروع فرحت آفرین در اینجا انجام میدن، نقششان برازنده است. حبیب جان زلگای، من از شما سپاسگزاری میکنم که همیشه در فصل بهار در نوروز میین با وطندارایتون سم میگیرین، عکس برداری میکنین، هماهنگی میکنین، همراهی میکنین. تشکر از شما که همیشه میایین و با ما همصدا و همراز هستین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زلگای جان از سوال خوبت و تشکر از اشتراکت که همیشه در محافل افغانا اشتراک میکنی و به افغانا خدمت میکنی، مخصوصا امروز که روز نوروز است آمدی که از بازیچه ها و تفریحات و گزارشات نوروزی عکس برداری میکنی، شما تشکر. اما در راجع به سوال خودت، بدون مقدمه و ضایع وقت، نوروز اساس دینی و شرعی قطعا ندارد. پارسال ما برات گفتم اساس دینی و قطعی قطعا نداره و از روزای دینی و اسلامی و شرعی قطعا نیست. روز دینی اسلامی و شرعی در اسلام روزای جمعه، روزای اعیاد است، روز برات است، گپایی که شما میفهمید، ماهای حرام است که یا در قرآن شریف هم ذکر شده، در حدیث هم ذکر شده که مسائل بخصوص خود دارن، این روزا روزای احترام است. و هم محمد راجع به نوروز، نوروز در ملت افغانستان سابقه بسیار قدیمی و بسیار قبل از اسلام دارد، یعنی حد یکر 6000 سال تاریخ در دل تاریخ از برگزاری و نوروز و عزت نوروز و میله های نوروز در آریانای کبیر و در خراسان و در افغانستان موجوده. مردم و ملت افغانستان این روز به قدردانی یاد کردن. به خاطر چی؟ یک سال 4 فصل است که الحمدلله این 4 فصل در افغانستان ما شما کاملا برجسته و هوایدا بود. مثلا بهار، تابستان، خزان و زمستان. بهارش همون 3 ماه کامل از خاصیت های بهاری را دارن: بارانی، سرسبز، بالندگی، خرمی، شادابی، شگوفانی، گلها، تراوت، از پرنده ها گرفته تا به حیوانات تا به انسان ها. و تابستانش ایام میوه‌جات، پختگی ها، غلجات، جمع‌آوری خوراک ها، رزق روزی است. و تیرمایش به اصطلاح یا خزانش اونموست که درخت ها به اصطلاح جامعه بدل میکنه، برگ هایش میریزه، نفس راحت میکشه، در آم استراحت میباشه. زمستان شب هم برفباری، باران که ذخیره میشه بر اول بهار. یعنی هر 4 فصل رونق به خصوص خود داره، مخصوصا در بهار که ایام بالندگی و سازندگی است، ایام سرسبزی و خوشحالی است، نباتات و حبوبات سرسبز میشن و انسان ها خوشحال میشن.
تا جایی که من به یاد دارم اول نوروز در وطن و منطقه متواکین فوق العاده تجلیل میکنن. در این روز تمام قریه ها یک جا میشنن، خوراک های مختلف پخته میکنن و نان های روغنی پخته میکنن، حتی قلبگاه های خود که زمین پاره میکرد یوغ اسپار در این روز به صحرا میبرامد. کسایی که هست داشتن بسکشی میکردن، کسایی که پالاونی میکردن، بچه ها هر بازی های وطنی داشتن. یعنی ایامی بود که سردی زمستان رفته بود و فصل بهار آمده بود، فصل کشایش، فصل آزادی و فصل خرمی آمده بود، از این تجلیل میشد. این بهار در عنانات افغانستانی به یک سنت ملی، به یک عنانات ملی افغانستان تبدیل شده. خامخا از این روز به هر قسم کشور و یک قسم از اقسام تجلیل میکنند. تجلیلش هم ایست که دیاقین بیل قلبه خود اگرسه به صحرا میره، زمین کردش باز میکنه، بل میزنه، زراعت میکنه، دیقانی میکنه، کشت میکنه. یعنی یک قسم فراخی، یک قسم فراخ نیامتی، یک قسم کشایش در اول نوروز با وجود میاد. این چون فصل پروردگار است، یعنی ایام سال ایام از پروردگار است، این فصل فصل علم خوشی و خرمی است. مثلا انسان از طبیعت میاموزه و طبیعت توسط انسان آباد میشه. در این فصل درخت ها برگ میکنند، درخت ها شکوفه میکنند، درخت ها گل میکنند، درخت ها غنچه میکنند، گل گلاب در هر طرف میروید، هر طرف شکوفان میشه. سبزه و سبززار، حیواناتی که سه ماه زمستان غذای خوش خوردن و در طویل ها بند بودن، ضرورت داشتن که باید در دامن صحرا برن، دامن صحرا میبرن، گیاه های مختلف، خوراک های مختلف میخورن، یک قسم خوشی و خرمی. حتی زایمان حیوانات، زایمان مالداری، زایمان باز، گوسفند، حیوانات، گاو، گپا در اول بهار شروع میشه. این قسم رو ترتیب میکنن که در زمستان اگر زایمان صورت بگیره و برها و شیشه ها کل تلف میشه. در بهار که ایام سبزجات است و مادر شیر میخوره و شیر به برها خود میده و شیشه های خود میده، یعنی یک فصل بالندگی و سازندگی و خوشی است. با همین خاطر به نظر من این فصل باید بعد از فراموشی سپرده نشه. با عنوان یک وجیبه دینی قابل عزت نیست، اما با ایمان یک کلتور، یک فرهنگ افغانی، یک ثقافت افغانی و ثقافت انسانی و بشری در قاره ما یه همیشه تجلیل شده، باید تجلیل شود. مثلا در کابل ما گودی پرانبازی در میروز بچه ها میکردن، پالوانی، سپورت، بسکشی و غیره میله ها در میروز میکردن، همه که خوش خونم به خانه خود میرفتن. که انجمن فرهنگی دانش ما تاسیس کردیم با نام زیر شخصا ما خودم گذاشتیم به نام انجمن فرهنگی دانش، به خاطر امی ثقافت اسلامی افغانی ما آریانای قدیم نام زیر ما دانش گذاشتیم که کلمه کاملا دری و فارسی است. همه ساله ما در پهلوی اعیاد، در پهلوی جشن ها و در پهلوی احترام و عزت شهدا، یادبود شهدا جهاد افغانستان، نوروز انجمن برگزار میکنن، نوروز ترتیبش میگیرم، مصارفش خود انجمن میکنم. دوستا و عزیزا و فامیلای مربوط به انجمن و مربوط به افغان ها به قسم آزاد، قسمی که میبینیم کلگی میان اینجا، هر کس خوراک از خود میره، مثلا کسی اف میوه میره، کسی غذای پخته میره، کسی میوجات میره. خانم ها علایده جدا با سطر با مسئله افغانی خود یک جای میشینن، با هم دید و دید میکنن، با هم شناخت میکنن، با هم معرفی میشن، از حال احوال یک سال گذشته هم دیگر پرسان میکنن، با هم درد هم دیگر میرسن، با مردا با یک طرفانه میشینن، اینجا غذا ترتیب میشه، پخته میشه توسط جوان ها، توسط دوستای ما، از غذاهای مختلف فراوان به مردم توزیع میشه بدون تیکت و بدون پیسه و بدون کدام مسئله مالی. این فقط یک احترام و بزرگداشت از افغانای ماست در این روز. یعنی خود نمی کنه بچه ها فوتبال دارن، والیبال دارن، اکوسیشن خود کردی. یعنی می یک روز است که ما تعلیم میکنیم. دیگه تشکر از خودت که مصاحبه کردی و امروز دیگه دوستان مصاحبه کو و کسارم بکو و همه گیره دیگه زنده باشی زنده. He's just...